به سی آیت الله العظما سی صادق شیرازی دامزه‌لوح که چند روزی است افتتاح شده و فعالیت خود را آغاز کرده، همچنان با شور و نشاط فراوان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. در همین راستا تعدادی از اعضای بعثه معظم الله با حضور در بعثه مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیخ حسین وحید خراسانی با اعضای بعثه ایشان در مدینه منوره دیدار و گفتگو کردند. از سوی دیگر تعدادی از اعضای بعثه مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیخ محمد یعقوبی با حضور در بعثه آیت الله العظما شیرازی دامزه‌لوح مورد استقبال اعضای این بعثه قرار گرفتند. اعضای بعثه آیت الله العظما شیرازی همچنین به مقر بعثه مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیخ اسحاق فیاض رفته و مورد استقبال اعضای این بعثه از جمله فرزند ایشان قرار گرفتند. استقبال از عموم شیعیان عاشقان اهل بیت، طلاب علوم دینی و فعالان حوزه‌های مختلف دینی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر فعالیت‌های بعثه آیت الله العظما شیرازی در چند روز گذشته در مدینه منوره بوده است. شورای روابط آمریکایی اسلامی در ایالات متحده آمریکا گزارش داد بیش از 98% از نام‌های موجود در فهرست محرمانه نظارت FBA اسامی اسلامی است. به گزارش ترک پرس، شورای روابط آمریکایی اسلامی کیر در آمریکا فاش کرد بیشتر اسامی موجود در فهرست نظارتی FBI اسامی مسلمانان است. در این گزارش آمده است بیش از 350,000 سخن که برخی از آنها ترجمه‌های صوتی برای محمد، علی یا محمود است و بیش از 50 نامی که تکرار می‌شود و همه آنها اسامی اسلامی است در این فهرست قرار دارد. بر اساس این گزارش از داده‌های وارد شده در فهرست نظارتی که ما بررسی کردیم تخمین می‌زنیم که بیش از 1,047,000 مورد آن مربوط به مسلمانان است که بیش از 98% را تشکیل می‌دهد. در این گزارش آمده است که به مدت 20 سال فهرست محرمانه FBI برای جامعه مسلمانان سختی و ترس به همراه داشته است. افراد حاضر در فهرست نظارت با طیف وسیعی از چالش‌ها از جمله محدودیت‌های سفر، مسائل مهاجرت، برخورد با ماموران FBI، موارد خشونت پلیس، مشکلات در اخذ مجوزها، پیامدهای شغلی و دسترسی محدود به ساختمان‌های دولتی روبرو هستند. داوطلبان گروه حسین کیس در آرژانتین در کمپین اهدای خون که توسط صلیب سرخ شهر بوئنوس آیرس سازماندهی شده بود شرکت کردند. گفتنی است از جمعی از داوطلبان این گروه نیز در شهر میامی ایالات متحده نیازمندان را اطعام کردند. روزنامه پاکستانی به نقل از منابعی نوشت وزارت کشور پاکستان تصمیم گرفته است بازداشت و سختگیری علیه پناهجویان و مهاجران را بیشتر کند. روزنامه نیوز پاکستان همزمان با بازداشت 350 پناهجوی افغانستانی در اسلام‌آباد اظهار کرد وزارت کشور پاکستان بازداشت و سختگیری علیه پناهجویان و مهاجران را بیشتر کرده است. منابعی در وزارت کشور پاکستان به این روزنامه گفتند هدف از این دستگیری شرکت در تظاهرات طرفداران عمران خان نیز می باشد. بر اساس برخی گزارش ها پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان حدود 600,000 پناهجوی افغانستانی وارد پاکستان شدند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که مجبور است کمک‌های غذایی به سوری‌ها را به دلیل کاهش حمایت مالی و تمام شدن کمک‌ها به نصف کاهش دهد. به گزارش شبکه خبری المیادین، برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای اعلام کرد بحران مالی بی سابقه در سوریه این سازمان را به کاهش کمک‌های خود حدود 2.5 میلیون نفر از مجموع 5.5 میلیون نفر که به کمک‌های این سازمان وابسته بودند مجبور کرده است. در این بیانیه آمده است
برنامه جهانی غذا تمام گزینه‌ها را در سایه منابع بسیار محدود استفاده کرده است. همچنین تصمیم گرفته تا اولویت را به 3 میلیون سوری بدهد که بدون کمک غذایی نمی‌توانند بیشتر از یک هفته زنده بمانند. برنامه جهانی غذا دیگر نمی‌تواند به 5.5 میلیون سوری به دلیل تمام شدن کمک‌های غذایی با فرارسیدن اکتبر ادامه دهد. طبق گزارش برنامه جهانی غذا 12.1 میلیون نفر از نبود امنیت غذایی در سوریه رنج می‌برند. 2.5 میلیون نفر نیز با کمبود شدید امنیت غذایی مواجه هستند. حدود 6.7 میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند. جلسه پارلمانی لبنان برای انتخابات ریاست جمهوری جدید این کشور امروز چهارشنبه با حضور تمامی 128 عضو پارلمان برگزار شد، اما هیچ کدام از نامزدها نتوانستند به حد نصاب لازم دست یابند. نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی لبنان امروز چهارشنبه 12 جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور آینده این کشور را برگزار کردند. در جلسه امروز پارلمان لبنان تمام 128 نماینده حضور داشتند. در این جلسه رأی‌گیری دو نامزد اصلی یعنی جهاد از اور 59 رأی و سلیمان فرنجیه 51 رأی را به خود اختصاص دادند. گفتنی است هیچ کدام از نامزدها نتوانستند حد نصاب آراء لازم را کسب کنند. مقام‌های پلیس نیجریه اعلام کردند که در پی واژگون شدن قایق حامل شهروندان این کشور دست کم 100 تن از جمله زنان و کودکان جان باختند. این حادثه بامداد سه‌شنبه 23 خرداد در رودخانه نیجر در ایالت کوارا رخ داده است. بر اساس اظهارات پلیس و ساکنان محلی این قایق حین بازگشت از یک مراسم عروسی واژگون شده است. بر اساس این گزارش ها هیچ یک از مسافران این قایق از جلیقه‌های نجات استفاده نکرده بودند. در ماه می 2021 نیز در پی غرق شدن قایق مسافربری در اطراف این منطقه دست کم 160 تن جان باخته بودند. حدود 12 خانواده پس از آنکه اختیاریه‌هایی بر درب خانه و مشاغلشان چسبانده شد و از آنها خواسته شد که شهر را تخلیه کنند، از پورلا، شهر کوچکی در منطقه اوتارکاشی واقع در شمال هند در ایالت اوتارکند فرار کردند. این تهدیدها عمدتاً توسط دو گروه راست افراطی هندو به دنبال تلاش ادعایی دو مرد برای ربودن یک دختر 14 ساله هندو در 26 می است. اما ساکنان پورلا میگویند که گروه‌های هندو از حادثه 26 ماه می برای تشدید جنبش چند سالشان استفاده کردند. فعالان اجتماعی میگویند اوتارکند یک ایالت صلح‌آمیز بود و هندوها و مسلمانان در هماهنگی زندگی می‌کردند. اما از زمانی که حزب بهاراتیا جاناتا قدرت را در دست گرفت، اوضاع برای اقلیت مسلمان دشوار شده است. عفو بین الملل از پارلمان اروپا خواست تا سازوکارهای تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه که مهاجران و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده را هدف قرار می‌دهد ممنوع کند. عفو بین الملل اعلام کرد این خطر وجود دارد که پارلمان اروپا اقدامات مهم حمایت از حقوق بشر را که قبلا انجام شده بود را لغو کند. این امر راه را برای استفاده از فناوری‌هایی که مستقیماً با قوانین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد هستند باز می‌کند. این سازمان از قانون‌گذاران پارلمان اروپا خواسته است که فرایندهای نژادپرستانه و همه سیستم‌هایی را که مهاجران و پناهجویان را به عنوان تهدید طبقه‌بندی می‌کند ممنوع کند.